بعد از اینکه با ابزار اکستروژن و بلند آشنا شدیم حالا توی قسمت فرم میخوایم با یک ابزار دیگه به نام ریوالو آشنا بشیم که ریوالو چیکار میکنه با این ابزار ما میتونیم یک مقطع دو بعدی رو حول یک محور سه بعدی بچرخونیم و یک حجم رو ایجاد کنیم الان اگر توی تصویر خودش هم نگاه کنید کاملا متوجه میشیم که ما به استفاده از یک مقطع دو بودی و یک محور چرخش میتونیم یک شکل رو حول اون محور دوران بدیم برای این کار چی کام کنیم؟ برای استفاده از ریوالف بهتره که توی دیدهای الیویشن قرار بگیریم حالا ما فعلا توی دید سه بودی میخوایم ترسیم رو انجام بدیم اگر ریوالو رو انتخاب کنیم دو تا گزینه برای ما اینجا نمایش داده میشه باندری لائن و اکسیز لاین که با استفاده از باندری لاین ما میتونیم مقطعمون رو با استفاده از ابزارهای ترسیمی که در قسمت دراو قرار دارن ایجاد کنیم و با استفاده از اکسیز لاین هم میتونیم محور دوران رو ترسیم کنیم و اونو توی موقعیت مناسب ایجاد کنیم خب شروع به ترسیم میکنیم ما الان روی باندری لاین هستیم میخوام یک تیوب رو ایجاد کنیم برای این کار دایره رو انتخاب میکنم و شروع به ترسیم میکنم خب من الان دارم روی کف ترسیمم رو انجام میدم حالا با استفاده از اکسیس لاین یک محور گردش رو براش در نظر میگیریم من اینجا میخوام یک محور گردش ایجاد کنم حالا به محض اوکی کردن اگر توی دید سبودی قرار بگیریم میبینیم که یک تیوب تونستیم ما اینجا ایجاد کنیم یعنی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اون سطح مقطع ما دور اون محور گردش دوران پیدا کرد و به این صورت ما تونستیم یک تیوب رو ایجاد کنیم خب اگر اینجا یک عکس داشته باشیم میبینیم که یه سری سوتون های مختلف رو ما اینجا میبینیم شاید براتون سوال پیش بیاد که من این ستون ها رو چطوری میتونم ایجاد کنم خب برای ترسیم این ستون ها هم ما با استفاده از ابزار ریوالو خیلی راحت میتونیم این کار انجام بدیم به چه صورت یا اینکه این, این تصویر رو توی ذهنمون داشته باشیم و توی نرم افزار رویت نصف این قسمت رو شروع میکنیم به ترسیم و محور ستون رو دقیقا توی این قسمت قرار میدیم تا حول اون دوران پیدا کنه سطح مختهمون یا اینکه میتونیم عکس این, می این ستون رو توی رویت وارد کنیم و اونجا سطح مختهش رو روی این تصویر ترسیم کنیم و حول محور خودش دوران بدیم خب برای اینکه ببینیم به چه صورت این کار انجام میشه ما میخوایم این تصویری رو که اینجا داریم حالا به عنوان ستون در نظر میگیریم و توی رویت میخوایم ترسیمش کنیم خب به چه صورت ما میتونیم اول ایمیج رو وارد رویت کنیم ما برای وارد کردن ستون توی قسمت اینزرت قرار میگیریم و با استفاده از ایمپورت تصویرمون رو وارد میکنیم اگر دقت کنید الان ایمپورت ما غیر فعاله خب توی رفرنس پلان اگه قرار بگیریم ایمپورت برای ما اینجا فعال میشه همینطور توی الیویشن اما اگر توی دید سه بودی قرار بگیریم ایمیج برامون غیر فعال میشه خب بهتره که توی الیویشن قرار بگیریم اینو ما الان اینجا پاک میکنیم توی قسمت اینزرت ایمیج رو میزنیم روی کلوز کلیک میکنیم تا یه کات برون باز بشه از قسمتی که ما ایمیج رو داریم این رو اینجا بارگذاری میکنیم به محض اوکی کردن تصویر برای ما اینجا قرار میگیره به این صورت حالا توی قسمت پراپرتیز میتونیم عبادش رو از قسمت ویتس و هایتز تغییر بدیم یا بزرگتر و کوچکترش کنیم ما میخوایم این ستون رو ایجاد کنیم برای این کار توی قسمت کرییت قرار میگیریم و ریوالو رو انتخاب میکنیم حالا شروع میکنیم به ترسیم سطح مقطع این تصویر خب برای این کار من از قسمت وسطش میخوام شروع کنم به ترسیم تا ترسیمم مشخص بشه تا اینجا میام جلو این قسمت رو میخوام یک چرخش ایجاد کنم به این صورت مجددا این قسمت رو شروع به ترسیم میکنم و اینجا یک آرک میزنم به این صورت و حالا یک آرک کوچکتر میتونم اینجا ایجاد کنم اینجا رو میتونم خط صاف بکشم و اینجا باز یک آرک میزنیم و به همین صورتی که میبینید این شکل رو به صورت جز جز شروع به ترسیم میکنیم میتونید دقیق تر هم این کار انجام بدید حالا ما فعلا به خاطری که ببینیم کلیت کار به چه صورت هست به صورت حدودی داریم الان ترسیممون رو انجام میدیم به این صورت ترسیم رو ادامه میدیم تا به سطح بالای جسممون برسیم خب به این صورت ما ترسیم شکلمون رو انجام دادیم بعد از این کار روی اکسیز لاین کلیک میکنیم و حالا محورمون رو طبیعتا باید روی همین شکل بندازیم و اگر یه فاصله بدیم برای ما شکلمون سوراخ میشه در انتها روی تیک فینیش ادیت مود کلیک میکنیم تا شکل برای ما ایجاد بشه اگر توی دید سه قرار بگیریم میبینیم که به این صورت ما تونستیم شکلمون رو ترسیم کنیم پس این اشکال دایره ای شکل رو ما با استفاده از فرمان ریوالف میتونیم ایجاد کنیم که خیلی فرمان پرکاربردی هست و با کمی مهارت و دقت میتونید خیلی راحت ازش استفاده کنید اگر شکل رو انتخاب کنیم توی قسمت پراپرتیز اند انگل داریم و استارت انگل که اند انگل زاویه انتها رو ما میتونیم توش وارد کنیم و توی استارت انگل هم زاویه شروع رو میتونیم اینجا تعیین کنیم 360 درجه یعنی این شکل کاملا به صورت 360 درجه چرخیده اگر ما ابعادش رو تغییر بدیم مثلا 120 بذاریم میبینیم که شکل ما به این صورت ایجاد میشه پس این زاویه هم برای این منظور استفاده میشه این هم از فرمان ریوال